در این بخش برنامه یکی از شاعرها و نویسنده‌های خوب افغانستان با ما هستند که همواره کارهایشان را دنبال میکنیم. بانو حمیرا قادری شاعر نویسنده مهمان ما هستند. بسیار خوش آمدین، صبحتان بخیر، روز مادر مبارک باشه. عرض سلام دارم خدمت شما دوستان گرامی که بیننده هستن. امیدوارم که روز مادر امروز برای خیلی از مادرها روز من با سلامتی باشه. سلامت خوش باشه. آمدین. منتظر سیاوش کوچکم بودیم، نیاوردنش؟ سیاوشان امروز چون ساعت موسیقیش بود صبح دیگه شرمنده، انشالله در برنامه بعدی تا عشان که فرزند بسیار اجتماعی هم هست. خب مادر بودن واقعا یک حس بسیار پرمسئولیت، جالب، خوشایند هست. فکر میکنین بهترین تحفه برای یک مادر چی میتونه باشه؟ بگذارید از مادر خودم بگم، نمیشه خیلی کلی صحبت کرد. من مادرم یک از آرزوهایش این بوده که کلاس مینیاتوری رو برن و ولی متاسفانه زن یا بنوی به دوره جنگ ها برمیخورن، جنگ های روس در افغانستان، بعد خودشان جنگ های دوست داشتن که برن مینیاتوری. بله بله. و بعد از اونم دایره طالبا و فلاکت پشت فلاکت در این کشور. یادم است که مادرم بعد از اینکه نتوانست با آرزوهای شخصی خودش در قسمت هنر برسه، با نخ و سوزن شروع کرد به گلدوزی و بعدها چنان این زن زیبا گلدوزی میکرد که کمتر از مینیاتوری نبود، با همون ظرافت و با همون دقت. و گاهی وقتا فکر میکنم که سرپنجه های این زن معجزه میکنه، جنگل، پرنده ها، پروانه ها را چنان این با هر کوک و تارش به هم میبافت. حالا بستگی داره هر مادر با چه چیزی خوشحال میشه. من فکر میکنم هر روزی که سیاوشان در نوت های موسیقی یک گام پیش میره و دیشب یک از اولین داستانش به انگلیسی نوشته کرده، اینا باعث خوشحالی ایم است. حالا داستانم می نویسه. حالا بستگی داره به این شرایط در این افغانستان. گاهی وقتا مادرها با یک قرص نانی که سر سفره اضافه بگذارن خوشحال میشن و گاهی وقتا مادرها پسری را که داماد میکنن خوشحال میشن. من در این شرایط فعلا برای مادرها فکر میکنم بهترین هدیه کمک کردن در امور خانه است. بار کرونا شانه های زنان را بسیار زیاد در این سرزمین خسته کرده، فقر، بیچارگی و از همه مهمتر خشونت هایی که در حال افزایش بوده، خشونت های خانگی که در پس قرنطین به وجود آمده، البته ریشه هایش به فقر برمیگرده. خشونت و اخلاق رابطه مستقیم به جیب افراد داره. امیدوارم زنان این سرزمین حداقل به بهانه روز مادر یک روز آرام داشته باشن و از همه مهمتر حداقل ما امروزش مادر را دست ندیم. آمین آمین آمین. بانو قادری، من بارها کارهایتان را دنبال میکنم و معمولا سر کارتان با اطفال نازنین است و لذتی که کار با اطفال داره و شما میبرین، میخوایم بشنویم. بعد میریم به طرف از این که آیا بر مادر نازنینت هم چیز نوشته کردی؟ از سال آخرتان شروع میکنم. من اولین رمانی که در ایران چاپ شد و جایزه فصل سال ایران در نثر گرفت تقدیم به مادرم شده و البته جایگاه پدرم در زندگی محفوظ است و اگر او نمی بود تا در دوره طالبان مرا به کورس سوزن طلایی که ما به نام کورس خیاطی بود، ولی در او داستان می نویسیم چهار دختر اگه پدرم مرا کمک نمی کرد و در این مسیر نمی برد و نمی آورد، خب من از دست می دادم همون انگیزه را. ولی جایگاه مادرم بسیار متفاوت است. زن سخکوش الگوی ما بوده، زنی با شرایط سنتی افغانستان برابر، یعنی که نخواست ما را از زمان خیلی پیش بندازه تا دچار آسیب ها بشیم و نگذاشته که از زمان عقب بمانیم. بله، اولین رمانم تقدیم مادرم شده و حتی از نظر مالی هم هرچی با اون رمان آمده بعدها اگه حق تألیف گرفتم، اگر جایزه با عنوان سکه آمده، چون چند بار من بخاطر اون کتاب جایزه گرفتم، تمام اون حق مالی هم بر مادرم رسیده. اما حال و هوای خودم به خاطر کودکان، من هم جزو اون افرادی هستم که جنگ دیده هستم، یعنی کودکی که زندگیش با ترس های مرگ و گرسنگی گذرانده. قرنطینه برای من دفعه اول اتفاق نیفتاد. من اولین قرنطینه زندگی من شبی از گرسنگی تان قصه کردین، روایت کردین. بله بله، شبهای فراوان. من قرنطینه یک بار سر مرز ایران که مهاجر شده بودیم، 20 روز که داخل یک خیمه بودیم و اجازه بیرون شدن از اون محدوده را نداشتیم. فرزند 5 ساله‌ای بودم که برم دردناک بوده. احساس میکردم در درون خودم نه تنها یک کودک، کودکان فراوانی ماندن که در صحنه‌های متفاوت نتوانستن خود
بروز بدم. برای همین تدریس کردن احساس میکنم آگاهی بزرگترین هدیه است که ما میتوانیم به این جامعه تقدیم کنیم. دولت‌های مختلف سفر کردین، از کودک ها دولت‌های مختلف دیدار کردین؟ بله، همیشه هدفم این بوده که چطور میشه به سمت سوی آگاهی دهی به کودکان رفت با شیوه های متفاوت. فعلا در معارف هستم. بله. و بعد از اینکه تا حالا من هرچی رمان بوده و کتاب بوده برای بزرگ سنی هم گروه سنی جیم نوشتم بزرگ سالا، ولی حالا بار اولی است که حتی در حیطه نویسندگی هم دارم برای کودکان داستان با پیام مثبت می نویسم و چاپ می کنم. امیدوارم سرزمین مادرتان که حالا شما را در موفقیت های فعلیتان می بینن، فکر میکنین چه احساسی را برش انتقال میتین؟ حتما این را میتونین شما درک کنین. من احساس میکنم که مادرم هرگاه از من و خواهرم زهرا، اونا هم پزشک هستن و در شرایط خاص تحصیل کرده، دو خواهر هستیم، هرگاه که در مورد ما دو خواهر صحبت کرده به مراتب بیشتر سرفرازتر بوده تا وقتی در مورد چهار برادرم صحبت کرده. و من احساس میکنم که مدیون اعتماد به نفس و عزت و شرف خودش است. خیلی هم سپاسگزار. روز خوب. یک بار دیگر روز مادر مبارک باشه. روز مملو از آرامش آرزو میکنم و همچنین شما اگر که مادری رو تجربه میکنید، امیدوارم که یک از بهترین مادرهای روی زمین همچنان باقی بمانید. خیلی خوشحال شدم. زنده باشید. بعد از وقفه برمیگردیم. برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین و برای پیوستن با کانال یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.